برخلاف اینکه بعضی از دوستان و بعضی از گروه ها بعضی از احزاب با این فرایند برخورد افراطی دارند و بعضی اون رو ژنو چای می نامند و اطلاقشون بر اینه که ما در این دور مذاکرات به نوعی صحنه رو به دشمن واگذار کردیم. من خدمت این دوستان و همه بینندگان محترم عرض می کنم که اگر ما به سخت و کف مطالبات خودمون و طرف مذاکره کنندمون نگاه بکنیم، مشخص میشه که این دور مذاکرات چه فرایندی رو طی کرده. سقف مطالباتی که آمریکایی‌ها در مذاکرات 5+1 تعقیب می‌کردن از ابتدا مبتنی بر این بوده که ایران اساساً نباید فرایند هسته‌ای رو تعقیب بکنه. ایران منابع فسیلی فراوانی داره، نیازهای انرژیش رو میتونه از این منابع فسیلی تأمین بکنه، هیچ ضرورتی برای توسعه یا حتی به وجود آمدن مراکز هسته‌ای چه صلح‌آمیز چه غیر صلح‌آمیز وجود نداره. به تعبیر اونها انقراض و انهدام و نابودی دانش هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای رو در دست کار خودشون داشتن و به طرق مختلف معتقد بودن که ایران نباید مطلقاً دانش هسته‌ای داشته باشه، نیازهای هسته‌ایش رو کشورهای دیگه تأمین میکنن. خب این سقف مطالبات آمریکایی‌ها بود. در مطالبات میانی آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها معتقد بودن که ایران نباید فرار هسته‌ای داشته باشه. به تعبیر روشن‌ترش، ایران نباید سلاح اتمی، دستیابی به سلاح اتمی برایش امکان پذیر باشه، همه ی راه‌های ورودی به سلاح اتمی باید مسدود بشه. من میخوام عرض بکنم که کف مطالبات آمریکایی‌ها این بوده که اگر به هر دلیلی ما اون دو فرایند سقف و میانی رو نتونستیم به نتیجه برسونیم، در کف به این نتیجه میرسیم که ایران اگر فرایند صلح‌آمیز هسته‌ای رو پذیرفته شد، باید یک به اصطلاح جهت‌گیری کاملا داخلی داشته باشه. خب ما اگه اینو بررسی بکنیم متوجه میشیم که در این دور مذاکرات چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم که اساسا این تفاهم نامه اون دو هدف آمریکایی‌ها رو برهم زد، یعنی به تعبیری و به تحلیل روشنی 5+1 و تمام به اصطلاح کشورهای دنیا حق هسته ایران رو عملا پذیرفته و این تفاهم نامه نشون داد که آمریکایی‌ها دیگه بر اون فرایند انقراض و انهدام و نابودی ظرفیت‌های هسته ایران نمیتونن حرکت بکنن و این از آمریکایی‌ها گرفته شد. من فکر می‌کنم تحلیل خودم از سابقه 5+1 و مذاکرات ما در موضوع هسته این بود که فشار آمریکایی‌ها سایه بر 5+1 انداخته بود و عملاً کشورهای اروپایی قادر نبودند به طور مستقل تصمیم بگیرند و با ایران به نتیجه مشخصی برسند. من یادم در دور مذاکراتی که از طرف مجلس با مقامات اتحادیه اروپا در بلژیک داشتیم و همینطور دور مذاکراتی که ما با مجالس ایتالیا و رئیس مجلس وزیر خارجه در ایتالیا داشتیم، در جلسات غیر رسمی اونها رسماً اعلام میکردن که ما میدونیم که شما به طرف سلاح اتمی حرکت نمیکنید و میدونیم که فرایند هسته‌ای شما صلح‌آمیزه، اما ما در قالب یک اتحادیه داریم عمل میکنیم و قادر نیستیم که نظرات خودمون رو به صورت یک کشور اعمال بکنیم و فرایند اتحادیه رو به هم بزنیم. یعنی این عین صحبت‌هایی است که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با خود ما داشت در مذاکرات بلژیک و عین صحبت‌هایی است که رئیس مجلس ایتالیا در مذاکراتی که با ما داشت بعد از جلسه رسمی عنوان کرد. خیلی جالبه، هر دوشون هم گفتن اگه ما از اینجا از این اتاق بریم بیرون همون حرفای گذشته رو میزنیم که ایران نباید به طرف سلاح اتمی بری، ایران خطر جدی برنامه هستیش برای صلح بین‌المللی و از این مطالب. پس میبینیم که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی
به شکلی قائل بودند که پرونده هسته ایران یک پرونده خطرناکی نیست، خارج از چارچوب های تعیین شده بین المللی و NPT نیست. من یادم میاد آقای دکتر جلیلی در یه جلسه در مجلس عنوان کردن که طرف آمریکایی ما گفته که تو جلسه که جلو خود اروپایی ها تو اینا رو خواهد نمیتونن تصمیم کنن، خواهد بیاید با ما حرف بزنید، بیاید با ما مذاکره کنید، با ما حرف بزنید. میخوام عرض بکنم که آمریکایی ها خوب این رو میدونن که شرایط موجود شرایط ماندگاری ارزامن نخواهد بود برای آینده، مگر اینکه آمریکایی ها نسبت به رفتارهای گذشتهشون از خودشون انعطاف نشون بدن و به نوعی جبران مافات بکنن و اعتماد سازی بکنن. به همین دلیل فکر میکنم دلیل عمده تغییر رفتارهایی که در پنج به علاوه شیک گرفته این هست که اون سایه سنگین مخالفت‌های آمریکایی با پنج به علاوه یک الان برداشته شد. نقاطی رو که در این دور مذاکرات شکل گرفته احساس میکنم هم دارای پارامترهای مثبت و هم منفی است. از این نظر که ما در این دور مذاکرات توانستیم طرف مذاکره کننده رو به این موضوع به قول معروف بقبولونیم، موضع خودمون رو که مذاکرات در یک فرایند زمانبندی شده باید تنظیم بشه و مذاکرات باید گام به گام تعریف بشه و مذاکرات باید در قالب یک بدبستان سیاسی صورت بگیره، یعنی دریافت و پرداخت با هم انجام بشه. به علاوه این که ما قائلیم این بازی باید برد و برد باشه، هم راستی آزمایی از طرف ما برای پنج به علاوه یک صورت بگیره و ما در این راستی آزمایی تا الان اقدامات اساسی رو انجام دادیم، همکاری‌های جدی رو صورت دادیم. از طرف دیگه حق هسته ما و غنی‌سازی باید برای طرف ما به رسمیت برسه و ما بتوانیم در یک فرایند مشخص شده، زمان‌بندی شده و قابل قبول برای طرفین حرکت رو انجام بدیم. اگر به اصطلاح موضوع باز بشه مشخصه که وقتی ایران تا 5% غنی‌سازی رو انجام میده، یعنی غنی‌سازی میکنه، این غنی‌سازی هم پذیرفته شده در متن تفاهم نامه. این به نظر من نکته بسیار روشن است. مواضع جان کری، اشتون و اوباما و مقامات اروپایی نشون میده که اونها چیز قابل ملاحظه‌ای در این تفاهم به نظر من به دست نیاوردن. عمده ترین دستاوردی رو که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها عنوان میکنن این هست که ایران از دستیابی به سلاح اتمی باز مانده. من میخوام عرض بکنم که ما در دکترین نظامیمون اساساً بمب اتمی جایگاهی نداشته و نداره، یعنی ما چیزی رو از دست ندادیم که اونا به عنوان یک دستاورد امروز دارن عنوان میکنن. پس میاد کف خاصه آمریکایی‌ها، کف خاصه آمریکایی‌ها این بوده که انرژی هسته‌ای در داخل ایران در ایران داخلی باشه. ما از ابتدا هم گفته بودیم که ما میخواییم یک فرایند صلح‌آمیزی رو در چارچوب NPT تعقیب بکنیم که منافع مختلف کشور رو از طریق فرایند صلح‌آمیز تأمین بکنیم، در مراکز مسائل پزشکی، در مسائل کشاورزی، در موضوعات مختلف. البته من خودم این نقطه نظر رو به این شکل قبول ندارم، اما بعضی از دوستان معتقدن که ما برای گام‌های بعدی خیلی چیزی توی دستمون نگذاشتیم. نکته بعدی که در این عنوان میشه شرطی شدن اقتصاد ایران با مذاکرات هسته‌ای است. ما باید برای این موضوع حتما فکری بکنیم، این که ما شرایط اقتصادیمون با مثبت و منفی شدن مذاکرات یک تغییر جدی درش ایجاد بشه، این میتونه تولید نگرانی ها رو در آینده بکنه. تعهدات ایران غالبا عینی و فنیه، اما تعهدات غرب کیفی و مشروطه. ما باید در گام دوم این رو اصلاح بکنیم، یعنی تعهدات غرب هم باید به نظر من عینی و فنی بشه. اینکه ما تعهدات اگر نگاه بکنید لیست
امتیازات طرفین رو، امتیازات ما بیشتر عینی و فنیه، مشخص مصداقیه. تعهدات غربی ها به نظر من کیفی و بیشتر مشروطه. بعد گام دوم به نظر من باید برای این موضوع هم ما موضوعات فکر اساسی داشته باشیم. در رابطه با بحث آزادسازی به اصطلاح عواید حاصلت فروش نفت که مسدود شده، من فهم میکنم حجم قابل ملاحظه‌ای در این رابطه آزاد نشده. تیم مذاکره کننده ای ما میتونست اصرار بیشتری بر این موضوع داشته باشه و حجم قابل ملاحظه ای رو انجام بده، یا در رابطه با بحث برداشتن تحریم های نسبی در گام اول مثل پتروشیمی و طلا و فلزات و اینها اولویت های ما نبوده. ما میتونستیم روی اولویت های خودمون اصرار بکنیم و اینها رو در اولویت های بعدیمون قرار بدیم. الان کل حال من مجموعا بالاخره این رو هم باید بپذیریم، مذاکره است. قرار نیست همه خواسته های ما در مذاکره شکل بگیره، طبیعتا دیگه مذاکره نخواهد بود. ما باید تلاش بکنیم که امتیازات بیشتری رو بگیریم و کفه ترازو رو به نفع خودمون به قول معروف به گردش در بیاریم. بالاخره تیم مذاکره کننده ما هم چند روز نفسگیر با رقیب در مذاکره بود و احتمالاً اونها هم همین فرایند رو تعقیب کردن، نتونستن به نتیجه برسن. اما در گام‌های بعدی به نظر من ما باید تعهدات عینی، ما فقط بحث توسعه رو در مقام اول پذیرفتیم که صورت نگیره. ما حتی خط 20% رو جمع نکردیم، یعنی خط 20% برقراره، فقط ما توقف فعالیت رو در 20% پذیرفتیم تا در این تست 6 ماهه اگر اونها به فرایندهای تفاهم شده عمل کردن، ما هم این 20% رو رفته رفته خطش رو جمع بکنیم. علی کل حال برای ما موضوع بازگشت به شرایط کنونی به صورت کامل فراهمه و در متن تفاهم نامه هم عنوان شده که کوچکترین تعرضی به هر یک از بندهای تفاهم نامه و عدم انجام از هر طرف، بازگشت رو برای طرفین امکان پذیر میتونیم بکنیم. علی کل حال برای ما موضوع بازگشت به شرایط کنونی به صورت کامل فراهمه و در متن تفاهم نامه هم عنوان شده که کوچکترین تعرضی به هر یک از بندهای تفاهم نامه و عدم انجام از هر طرف، بازگشت رو برای طرفین امکان پذیر میکنه. من خودم یه مقدار با حیرت و تعجب مواجه شدم بعد از مصاحبه های روحانی. توقع نداشتیم ایشون یک رفتار سیاه نمایی رو، حالا چیزی که من برداشت کردم، انجام بده. اقداماتی که در طول پس از انقلاب انجام شده اقدامات نظامه. این که هر دولتی بیاد دولت قبلی رو نفی بکنه، این هنری نیست. بالاخره دولت بعدی هم میاد دولت شما رو نقد میکنه. اما مصاحبه ایشون بعد از 100 روز به گونه ای تداعی شده که انه در دولت سابق در 8 سال گذشته هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته. همه رفتارهای صورت گرفته رفتارهای به اصطلاح غلطی بوده و با سیاه نمایی از دولت گذشته و 8 سال گذشته انقلاب، به نظر من این سیاه نمایی علیه نظام بود، نه سیاه نمایی علیه دولت. من معتقدم دولت در سیاست‌های داخلیش فعلا اقبالی نداشته و اقبال در سیاست‌های داخلی رو منوط کرده به پیروزی در عرصه‌های خارجی. من فکر نمی‌کنم که این در دراز مدت بتونه خیلی مؤثر باشه. اینها میتونن لازم و ملزوم هم دیگه باشن، مکمل هم باشن، همدیگه رو پشتیبانی بکنن. ما هر چقدر در بُعد داخلی قوی بشیم، محکم بشیم، در سیاست خارجی قاطع تر میتونیم صحبت بکنیم. علی کل حال من روندی رو که در مصاحبه رئیس جمهور محترم شکل گرفت روند قابل قبولی نمیدونستم. این روند تقریبا همون چیزی بود که آقای روحانی بارها نقد کرده بود. ایشون مصاحبه های آقای احمدی نژاد رو به این دلیل که
به نوعی اختلافات داخلی رو مثلا تشدید میکرد و مسائل از این دست، یا سیاه نمایی شکل میگرفت محکوم میکردن. اما خود ایشون در یه شکل واقعا خیلی جدیتری از این موضوع در این مصاحبه وارد شدن و به نظر من باید یه ترمیمی در رفتارهای رئیس دولت در مصاحبه بعدی شکل بگیره، مردم امیدوار بشن به فرایندی که دولت داره انجام میده. مردم منتظر بودن رئیس دولت گزارش از اقدامات صد روزه خودش، برنامه‌های خودش رو عنوان بکنه، اما اینکه تمام یا قسمت عمده وقت رئیس جمهور بعد از 100 روز اختصاص پیدا کنه صرفا به نقد دولت گذشته و به شکلی خالی کردن دل مردم، به نظر من روند امیدوار کننده ای نبود. امیدواریم که این روند در رفتارهای بعدی دولت اصلاح بشه.